شنیدی؟ همین الان صدای واقعی یه سیاه جاله رو شنیدی که در مرکز این خوشه قرار داره. یه چیزی که حتی نور هم نمیتونه ازش فرار کنه، حالا صداش رو برای ما فرستاده. عجیب نیست؟ اینجا قراره درباره موجوداتی حرف بزنیم که انگار از دل داستانهای علمی تخیلی بیرون اومدن، اما نه، واقعی تر از هر چیزی هستن که تصورشو بکنی. تازه تلسکوپ فضایی جیمز وب هم یه سری خبر جدید ازشون آورده که به نظر میرسه انگار علم رو باید از نو بنویسیم. قبل از این که بریم سراغ سیاه‌چاله ها، یه چیزی رو تصور کن. یه جایی تو دل این کیهان بی نهایت یه موجود عجیب و غریب وجود داره که میتونه کل یه ستاره رو ببلعه، یه کهکشان رو بلرزونه و حتی زمان رو خم کنه. هیجان انگیزه نه؟ اما یه لحظه صبر کن. اینجا ما با خیال پردازی طرف نیستیم. سیاه‌چاله ها واقعی‌ان، شگفت انگیزن و چیزی که قراره بفهمیم اینه که چرا اینقدر مرموز و خطرناکن. حالا برای اینکه بهتر بفهمیم این هیولاهای کیهانی چطور عمل میکنن، یه آزمایش داریم. بیا توی شبیه‌ساز یونیورس سند باکس ببینیم چی میشه اگه یه سیاه‌چاله رو کنار زمین بذاریم. آماده ای؟ بریم. خب اینجا زمین عزیزمونه. یه دونه سیاه‌چاله هم گذاشتم کنارش. البته نزدیکترین سیاه‌چاله واقعی به زمین حدوداً 1500 سال نوری از همون فاصله داره، پس خیالت راحت. حالا نفساتو نگه دار، چون می‌خوایم ببینیم چه بلایی سر زمین میاد. می‌بینی این هیولاها واقعاً شوخی ندارن. هر چیزی که وارد افق رویدادشون بشه رو می‌بلعن. نه فقط زمین، بلکه نور، زمان، فضا. انگار خودشون یه جور پایان دنیا هستن. حالا یه سوال، اگه سیاه‌چاله اینقدر وحشتناکه، پس چرا اگه یه سیاه‌چاله رو جای خورشید بذاریم، سیارات همچنان توی مدارشون میچرخن؟ عجیبه نه؟ بیا جوابشو پیدا کنیم و بیشتر این اجرام مرموز رو بشناسیم و در این بین با خبر جدید جیمز وب هم بیشتر آشنا بشیم. راستی یادتون نره برای حمایت از سربهواشا این ویدیو رو لایک کنید. بذارید از یه داستان واقعی توی کیهان شروع کنیم. داستان مرگ و زندگی ستاره ها. آره، ستاره ها هم مثل ما یه چرخه زندگی دارن. به دنیا میان، زندگی میکنن و بالاخره یه روز هم از بین میرن. ولی توی کیهان مرگ بعضی ستاره ها اونقدر دراماتیک و هیجان انگیزه که یه هیولای عظیم به اسم سیاه‌چاله ها به وجود میاد. دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ بذارید مرحله به مرحله توضیح بدم. فاز اول، زندگی ستاره‌ای. همه چی از یه توده عظیم گاز و غبار توی فضا شروع میشه. این توده ها که بهشون سحابی میگن، با گذشت زمان در تأثیر جاذبه خودشون فشرده میشن و دماشون بالا میره. وقتی دمای مرکزی این توده ها به حد کافی بالا برسه، واکنش های هسته‌ای شروع میشه. حالا چی میشه؟ ستاره متولد میشه. این واکنش ها انرژی تولید میکنن و باعث میشن که ستاره از داخل روشن بشه و در برابر نیروی جاذبه خودش مقاومت کنه. همه ستاره های منبع سوخت دارن که این سوخت در اوایل همون هیدروژنه. این سوخت توی مرکز ستاره میسوزه و ستاره رو زنده نگه میداره. وقتی که سوخت در نهایت تموم بشه، دیگه وقت خدافزیه. حالا بستگی داره این ستاره چقدر بزرگ باشه. ستاره‌های کوچکتر مثل خورشید ما معمولاً تبدیل به یه جرم آرام به اسم کتوله سفید میشن. ولی وقتی با یه ستاره غول‌پیکر طرف باشیم، ماجرا خیلی هیجان انگیزتر میشه. ستاره‌های خیلی بزرگ وقتی سوختشون تموم میشه، نمیتونن در برابر نیروی جاذبه خودشون مقاومت کنن. پس چی میشه؟ مواد داخلشون به سمت مرکز فرو میریزه و یه انفجار عظیم به اسم ابرنواختر ایجاد میشه. اینجا همون جاییه که ستاره میگه من با یه مرگ ساده از دنیا نمیرم. باید بر بچه‌های کهکشان بدونن من رفتم. این انفجار یه شوک عظیم به محیط اطراف میده و باقی مانده ستاره سرنوشتشون مشخص میشه. بعد از انفجار هسته ستاره که باقی مونده تحت تأثیر نیروی گرانش خودش به شدت فشرده میشه. اگر جرم این هسته به اندازه کافی زیاد باشه، یه سیاه‌چاله شکل میگیره. حالا چرا سیاه‌چاله؟ چون این جرم انقدر چگال میشه که حتی نور هم نمیتونه ازش فرار کنه. تصور کنید همه جرم یه ستاره عظیم توی یه نقطه متمرکز بشه. این یکی از زیباترین و در عین حال ترسناکترین چرخه‌های طبیعته. مرگ یه ستاره باعث تولد یه چیز جدید میشه، چیزی که میتونه قوانین فیزیک رو به چالش بکشه و حتی راهی به دنیای ناشناخته باز کنه. حالا به نظرتون اگر داخل سیاه‌چاله بریم چه چیزی میتونیم ببینیم؟ توی کامنت ها حتما برام بنویسید.
حالا که فهمیدیم سیاه‌چاله‌ها چجوری به وجود میان، وقتشه که با اجزای این هیولاهای فضایی آشنا بشیم. برخلاف تصور، سیاه‌چاله‌ها یک چیز نیستن که فقط یک قسمت داشته باشه. این موجودات سه جزء اصلی دارن که هر کدوم داستان خودشون رو دارن. بیاین از دروازه شروع کنیم. افق رویداد همون مرزیه که اگه چیزی ازش عبور کنه دیگه نمیتونه برگرده. چرا؟ چون نیروی زیاد سیاه‌چاله در اینجا به قدری قدرتمنده که حتی نور سریع‌ترین چیز در کل جهان نمیتونه ازش فرار کنه. فکر کنید یه گرداب عظیم توی اقیانوس باشه، وقتی وارد محدوده این گرداب بشید هر چقدرم تلاش بکنید فقط عمیق‌تر و عمیق‌تر میرید توش. این مرز با استفاده از نظریه نسبیت عام انیشتن تعریف میشه. توی این مرز سرعت فرار دقیقاً برابر سرعت نوره، یعنی هر چی که وارد بشه برای همیشه توی دام سیاه‌چاله میمونه. اگه فکر میکنید سیاه‌چاله‌ها فقط تاریکی مطلق هستن، اشتباه میکنید. در اطراف بعضی از سیاه‌چاله‌ها یه حلقه درخشان و زیبا به اسم قرص برافزایشی وجود داره. وقتی که مواد مثل گاز یا حتی ستاره‌ها به سمت سیاه‌چاله کشیده میشن، قبل از اینکه کاملاً بلعیده بشن به دورش شروع به چرخیدن میکنن. این مواد به خاطر اصطکاک شدید و فشار زیاد به شدت داغ میشن و نوری درخشان تولید میکنن. این نور باعث میشه ما بتونیم سیاه‌چاله‌ها رو ببینیم. در واقع خود سیاه‌چاله رو نمیبینیم، ولی این قرص درخشان دورش مثل یه تابلوی بزرگ میگه اینجا سیاه‌چاله است. رسیدیم به قلب سیاه‌چاله، جایی که تمام قوانین فیزیک رو به چالش میکشه. اون نقطه‌ای که تمام جرم سیاه‌چاله توی فضای بی‌نهایت کوچک متمرکزه و چگالی خیلی بی‌نهایت، جاذبه بی‌نهایت و قوانین فیزیک با ما خدافظی میکنن اینجاست. تکینگی. چرا مرموزه؟ به خاطر اینکه هیچ راهی نداریم که بفهمیم داخل تکینگی چه خبره. تمام اطلاعاتی که به داخل سیاه‌چاله کشیده میشه توی تکینگی به نقطه غیر قابل دسترس تبدیل میشه. بعضی از سیاه‌چاله‌ها به خصوص اونا که قرص برافزایشی دارن یه چیز جالب‌تر هم دارن: فواره‌های نسبیتی، جت‌های عظیمی از انرژی که از دو قطب سیاه‌چاله بیرون میزنن. این جت‌ها میتونن هزاران سال نوری سفر کنن و گازها و مواد رو با سرعتی نزدیک به نور به بیرون پرتاب کنن. معمولا وقتی این مواد خوش شانس باشن میتونن تحت تاثیر میدان مغناطیسی سیاه‌چاله از قطب اون فرار بکنن و به صورت فوران جت به فضا پرتاب بشن. یه سری از سیاه‌چاله‌ها دیگه واقعا خیلی بزرگن و جرمی بین چند میلیون تا چند میلیارد برابر جرم خورشید دارن. توی مرکز اکثر کهکشان‌ها میشه اونها رو پیدا کرد، مثل سیاه‌چاله‌ای که تو مرکز کهکشان راه شیری خودمون قرار داره و بهش میگیم ساجیتریوس ای استار یا همون کمان ای. اما بزرگترین سیاه‌چاله‌ای که تا الان کشف کردیم اسمش تون 618 و حدود 66 میلیارد برابر جرم خورشید جرم داره و توی یک کهکشان خیلی دور از ما قرار داره. این سیاه‌چاله انقدر بزرگه که حتی دانشمندا رو هم شگفت زده کرده. با این حجم عظیم مثل اینه که کل کهکشان‌های اطرافش رو میتونه مدیریت بکنه. وقتی درباره مدیریت صحبت میکنم، یعنی این سیاه‌چاله‌ها فقط غول‌هایی نیستن که همه چی رو میبلعن. اونا نقشی اساسی توی شکل‌گیری کهکشان‌ها و ساختار کلی جهان دارن. حتی ممکنه بدون وجود اونها هیچ کهکشانی شکل نگیره و شاید هم ما الان اینجا نبودیم. البته سیاه‌چاله‌هایی وجود دارن که اصلا ستاره زایی رو متوقف میکنن. کشف جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب میگه که دانشمندا متوجه شدن که بادهای ناشی از سیاه‌چاله‌های کلان جرم، همون سیاه‌چاله‌های ابرپر جرم، میتونن مستقیما روی فرایند تولد ستاره‌ها تاثیر بذارن. چجوری؟ جیمز وب نشون داده که توی کهکشان‌های خاصی جریان‌های باد قدرتمند از مرکز کهکشان به سمت بیرون حرکت می‌کنند و گازهای میان ستاره‌ای رو پراکنده می‌کنند. این جریان‌ها باعث می‌شن که گازها دیگه نتونن به درستی متراکم بشن و ستاره‌های جدید شکل بگیرن. این کشف نشون میده که سیاه‌چاله‌ها فقط تخریب کننده نیستن، بلکه یه نقش کلیدی توی تکامل و حتی مرگ کهکشان‌ها دارن. بعضی از کهکشان‌ها به خصوص کهکشان‌های بیضوی غول‌پیکر دیگه ستاره جدیدی تولید نمی‌کنن. می‌بینید زرد و سرخ رنگن، دیگه ستاره‌های آبی ندارن. حالا ما می‌دونیم که سیاه‌چاله‌های کلان جرم توی مرکز این کهکشان‌ها ممکنه مسئول این موضوع باشن.
کشف این بادها نشون میده که سیاه‌چاله و کهکشان‌ها از طریق یه رابطه متقابل به هم متصلن. رشد سیاه‌چاله‌ها روی کهکشان‌ها تأثیر میذاره و برعکس. البته تلسکوپ فضایی جیمز وب یه کشف جذاب دیگه هم داشته. اون هم پیدا کردن یه سیاه‌چاله کلانجرمه که توی جهان اولیه با سرعت فوق‌العاده‌ای مواد رو داره می‌بلعه. سیاه‌چاله‌ای که حدوداً 11 میلیارد سال پیش، یعنی زمانی که جهان هنوز خیلی جوان بوده، در حال بلعیدن مواد با سرعت بسیار بالایی بوده. حالا این چرا جالبه؟ این سیاه‌چاله بزرگتر و فعالتر از چیزی بوده که دانشمندا برای اون دوره زمانی پیش‌بینی می‌کردن، یعنی از سن خودش خیلی بزرگتره. ممکنه نشون بده که سیاه‌چاله‌ها خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کردیم کلانجرم شدن. این کشفیات جیمز وب نشون میدن که سیاه‌چاله‌ها فقط نقاط تاریکی توی فضا نیستن. اونا نقشه‌ای کلیدی توی شکل‌گیری، تکامل و حتی توقف کهکشان‌ها دارن. میتونن ستاره‌ها رو نابود کنن، ولی در عین حال میتونن به کهکشان‌ها شکل بدن. اسرار زیادی دارن که هنوز کشف نشده و هر روز بیشتر از قبل متوجه میشیم که این سیاه‌چاله‌های کیهانی چقدر توی فهم ما از جهان مؤثرن. آیا یه روز میتونیم بفهمیم داخل یه سیاه‌چاله چی می‌گذره؟ نظر خودتون رو توی کامنت ها بگید.